سرخط خبرها اعلام آمادگی آمریکا برای گفتگو با ایران میانجی جدید برجام به تهران می آید و اعتراض ایران به برنامه پنهانی رژیم صهیونیستی درود بر شما همراهان گرامی به تازه ترین خبرهای این ساعت از اتاق خبر خوش آمدید جهت آگاهی از داغترین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید مشروع خبرها اعلام آمادگی آمریکا برای گفتگو با ایران وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این کشور آماده پذیرش درخواست اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران در چارچوب پنجه به علاوه یک است نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن برای پذیرش درخواست اروپا مبنی بر مشارکت در گفتگو با ایران در قالب پنجه به علاوه یک آمادگی دارد نیت پرایس گفت برای پذیرش دعوت اتحادیه اروپا در راستای آغاز روند دیپلماتیک با ایران در چارچوب پنج به علاوه یک آمادگی داریم. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود با توجه و احتمام فراوان به تمایل ایران برای مشارکت در عملیات مشخص مذاکره چشم دوخته ایم. او با اشاره به عقب نشینی ترویکای اروپایی از قطنامه ضد ایرانی فرانسه، آلمان و انگلیس در آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد از نتایج نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران استقبال می کنیم. میانجی جدید برجام به تهران می آید. وزیر امور خارجه ایرلند با توجه به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده اجرای برجام به تهران سفر و با رئیس جمهور ایران دیدار می کند. سیمون کاوانی وزیر امور خارجه ایرلند قرار است روز یک شنبه با توجه به نقش کشورش به عنوان تسهیل کننده اجرای برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند. جمهوری اسلامی ایران پیش از این دعوت اتحادیه ای اروپا برای شرکت در جلسه با حضور آمریکا جهت گفتگو درباره توافق هسته‌ای برجام را رد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که او هم در این سفر با کاوانی دیدار خواهد کرد روز جمعه گفت ایران برنامه سوزنده ای درباره برجام پیشنهاد خواهد کرد. کاوانی در بیانیه‌ای گفته است ایرلند جزو طرفداران برجام است. ایرلند مشتاق است در نقش خود به عنوان تسهیل کننده اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در تایید برجام گفتگوهای نزدیک با همه بازیگران را حفظ کرده و همه طرفها را به رعایت کامل توافق ترغیب کند. ایرلند کرسی خود در شورای امنیت را در اول ژانویه 2021 به عنوان عضو منتخب برای مدت دو سال در دست گرفت. شورای امنیت پنج عضو دائم شامل چین، آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه دارد. این نهاد همچنین ده عضو غیر دائم دارد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل برای مدت دو سال که از اول ژانویه آغاز می شود انتخاب و هر سال پنج عضو جایگزین می شود. مهمترین تفاوت اعضای دائم و غیر دائم این نهاد حق است که در اختیار اعضای دائم قرار دارد. سفر کاوانی در حالی انجام می شود که وزارت خارجه تحت امر او در هفته ی جاری از برنامه خود برای بازگشایی سفارت ایران در تهران تا سال 2023 خبر داد. سفارت ایرلند سال 2012 به دلیل کاهش بودجه تعطیل شد. وضعیت برجام و تلاش ها برای حفظ آن یکی از مسائلی است که در کانون توجه کشورهای اروپایی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از خروج از برجام در راستای سیاستی موسوم به فشار حداکثری علاوه بر بازگرداندن های متوقف شده زیل این توافق و اعمال های جدید به سیاست های تحریک مانند ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روی آورد تئوری ترامپ این بود که این سیاست ها می تواند جمهوری اسلامی ایران را به مذاکره بر سر توافقی جدید به جای برجام وادار کند. او روز 20 ژانویه سال جاری میلادی در حالی از قدرت کنار رفت که در تحقق این هدف شکست خورده بود. ترامپ به دلیل نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بیمورد تنش ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش از سوی منتقدانش آماج انتقادات تند قرار گرفت. دولت جدید آمریکا به ریاست جو بایدن ضمن اعتراف به اینکه سیاست فشار حد اکثری شکست خورده گفته قصد دارد ایالات متحده را به برجام بازگرداند با این حال او هنوز گامی در این راستا بر نداشته است و اعتراض ایران به برنامه پنهانی رژیم صهیونیستی کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان های بین المللی در وین در هنگام تشریح مواضع کشورمان در خصوص گزارش پادمانی مدیر کل آژانی با برجسته کردن تهدید هسته‌ای رژیم اسرائیل از بی آژانس در این خصوص انتقاد کرد وی عنوان کرد از آنجا که همه در منطقه خاور میانه به جز رژیم اسرائیل عضو معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته‌ای ای NPT هستند و متعهد شدند که پادمان های جامع آژانس را بپذیرند توسعه یک برنامه پنهانی سلاح های توسط این رژیم یک تهدید جدی مداوم نه تنها برای امنیت و ثبات منطقه و جهان بلکه برای اثر بخشی و کارایی NPT و رژیم پادمان آژانس است. قریب آبادی اضافه کرد نیازی به گفتن نیست که رژیم اسرائیل همچنین عضو هیچ یک از معاهدات مهم دیگر حاکم بر خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشدار جمعی نیست. رژیم اسرائیل با بیرون ماندن از معاهده انپیتی از هر گونه تعهد تحت معاهده آزاد است و از تمامی مزایای اساسنامه آژانس نیز برخوردار می باشد. این دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه توانایی های هسته رژیم اسرائیل و تهدیدهای مربوط به آن در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته و قطنامه های بسیاری در این مجامع در این زمینه به تصویب رسیده اظهار داشت متاسفانه رژیم اسرائیل با بیتوجهی به معاهده عدم اشاعه خودداری از پیوستن به معاهده و امتناع از قرار دادن تمامی تأسیسات و فعالیت های هسته خود تحت رژیم پادمان جامعه آژانس جامعه بین المللی را نادیده می گیرد. وی خاطر نشان کرد رژیم اسرائیل اکنون حتی در مقایسه با کشورهای دارای سلاح هستهای، از مزایای ترجیحی بیشتری برخوردار است. چرا که آن کشورها عضو این هستند و تعهدات متعددی به ویژه تحت مواد یک و شش معاهده دارند. در حالی که رژیم اسرائیل با بیرون ماندن از این معاهده از هر گونه تعهدی تحت معاهده آزاد است و از تمامی مزایای اساسنامی آژانس که مرتبط با این است برخوردار می باشد. نماینده دائم ایران در آژانس اضافه کرد چون این وضعیتی به این رژیم این گستاخی را داده است تا اختیارات و مأموریت آژانس را در جلوگیری از انحراف مواد و فعالیت‌های هسته‌ای به سخره بگیرد. وی بیان کرد این یک تناقض آشکار است که یک غیر عضو انپیتی به دلیل عضویت در آژانس از حقوق و مزایای کامل برخوردار باشد و در حالی که در همان زمان خود را از هر گونه مسئولیتی بری می داند و در تمام رایزنی ها و جلسات آژانس در خصوص اعضای معاهده نیز شرکت می کند. قریب آبادی اضافه کرد مهمتر از همه رژیم اسرائیل چنان گستاخ شده است که واقعیات را تحریف کرده و برخی اعضای معاهده عدم اشاعه را حسم این که به واسطه عضویتشان در معاهده تعهداتی دارند ولی خودش فاقد چنین تعهداتی است مورد انتقاد قرار می دهد. این یک قصور بسیار جدی در کار آژانس است که باید به طور مناسبی مورد رسیدگی قرار گیرد. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید لطفا کانال ما را سابسکرایب کرده و نظریات خود را در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید تا خبری دیگر وقتتان خوش